تأخیر در پروازها، عدم تأمین خوابگاه مناسب، عدم ترانسپورت، نبود راهنما و خدمات صحی مشکلات کلیدی است که زائران افغانی امسال نیز در مکه با آن مواجهند. زائران افغان در تماس با افغان نیوز گفتند به خاطر طواف ناگزیرند 45 دقیقه هر مسیر را پیاده طی کنند، اما وقتی به نزدیک حرم شریف میرسند اکثریتشان از کسالت و ماندگی توان طواف را ندارند و ناچارند روی سرک های اطراف محل طواف و ادای نماز بپردازند. با خدا یقین که پس نماز بیم آدم یک مرد نمیشه که دیگه بیخید جان جانمانیش به کی گفت دیگه بگو بنجا بیا به عرب گفت نمیشه مدر شای میکنم برو تا شد برو بچه کار دو مدر از یک مدر از روز شهزارا زنا از مظلوم از مخلوق از کی رو کمسا میتونی که که کامویج بیشنم از پاکستان از مدر مجاز نفر مجاز پای تو میمونی کجا میری دیگه هم پاکستان که هم تو نیز جانتو جاو اپنی کام کرو از کجا از کابل کابل برو بسرایت مدر کابل نیست راه ما بیخی ما را از آخر دنیا تا کده با مشکل نه موتر داریم نه دگه داریم هیچ بلا پیاده میریم پیاده میریم زنانه داریم دگه داریم بلکل هیچ پیاده برو پیاده بیا پیاده برو پیاده بیا یا پیسه باشه که پیسه داده بری کراوه زائران حکومت را به بی‌تفاوتی متهم نموده میگویند در حالی که شمارشان کمتر از زائران پاکستانی، هندی و ایرانی است بدبختر و بی نظمتر از همه جلوه می کنند. دولت پاکستان برای 170 هزار زائر، هند برای 330 هزار تن، بنگلادش فقیرترین کشور دنیا برای بیش از 200 هزار نفر، ایران برای 70 هزار تن و تاجیکستان برای 8 هزار زائر بهترین سهولت ها را فراهم کرده است، چیزی که 30 هزار زائر افغانی با آن بیگانند. پرسش این است، حکومتی که از هر زائر 3300 دلار گرفته و کمتر از 800 دلار مصرف میکند، در قبال این بی‌تفاوتی‌ها و ضعف‌های جدی چه پاسخی دارد؟ با گفته زائران افغان، دولت در چند سال گذشته غیر از عوام فریبی و اندوختن ثروت، از راه فساد کاری برای مردم نکرده است. در حالی که مقام‌های فاسد حکومتی همساله از طریق پروسه 8 میلیون ها دلار را به جیب می‌زنند، زائران افغان انتظار دارند مشکلات سال گذشته تکرار نشود. اما معضلات همه ساله بیشتر می شود.